جنگاوری و دردند خویی را بیاموزد. رموز جنگاوری را خوب بیاموزید که در حکومت ستم قوی تر چند سباهی بیشتر زندگی برای مراسم در برابر امپراتور آماده کنید، نه اینکه هم دیگر را برم زخمی کردن یک دیگر بپرمیزید. آرام تر هم میشود مبارزه. آنها را کجا میبرید؟ درشتهایش را برای رزم گلادیاتوری و ریزهایش را برای قفس شیرها. نمایش زیبایی خواهد شد. البته میدانید که امپراتور تفریح میخواهد بانوی من. نفرین بر امپراتور. یعنی ما باید بنشینیم و شاهد قتل عام دست جمعی هم کیشانمان باشیم؟ آن هم به این وسعت و گستردگی؟ امروز برای همین نزد دیوکلتیانوس رفته بودیم. در نهایت تصمیم بر این شد با مسیحیانی که به تعمیر اماکن و معابد مشغولن کاری نداشته باشند. همین؟ پس دیگر مسیحیان چه؟ آنها را نباید به حساب آورد؟ ما امروز در حضور دیوکلتیانوس بودیم و با جولیوس نیز بر سر این ماجرا مشاجره کردیم. ذهن پدرتون نسبت به ما حساس شده. بله، فقط یک مشاجره دیگر شک او را نسبت به موحد بودن ما و رابطه من با مسیحیان مبدل به یقین خواهد کرد و این همان چیزیست که جولیوس میخواهد. اگر اجازه دهید من پیش دیوکلتیانوس میروم. در نهایت اگر کشته هم بشوم بهتر از این وضعیت است. باید دید با مرگ مشکلی حل میشود یا نه. این آخرین تیر ترکش باید به هدف بنشیند، وگرنه ما زیان کردیم. ببخشید علی جناب، فکر نمی کنید با وجود این همه مسیحی می توان حکومت دیوکلتیانوس را سرنگون کرد؟ مشکل اصلی که دیوکلتیانوس نیست، امپراتور است. خب امپراتور؟ شما که می توانید؟ چرا امپراتور را نمی کشیم؟ گیرم که او را کشتیم. روم که هنوز پابرجاست. حتی اگر حکومت روم هم تغییر کند بیفاید است. تا زمانی که در ذهن این مردم امپراتور خداست و خدایان حافظ قدرت امپراتور، هزار امپراتور اگر سقوط کند این مردم امپراتوری دیگر برخواهند گزید. در ثانی از کجا که مرگ امپراتور منجر به مرگ بسیاری از همکیشانمان نشود؟ نه نه نه، سرنگونی روم دیگر کار ما نیست. خب پس چه کنیم؟ آیا چاره کار سکوت و سکون است؟ نه، سکوت و سکون راه چاره نیست. من به دنبال راه چاره‌ای هستم که بتواند ابتدا تفکر این مردم را اصلاح کند. در آن صورت امپراتور خود به خود نابود خواهد شد. این هم که از محالت است. نه، قطعا راهی هست، اما آن راه چی؟ باید از خداوند مدد جست.
باید تا پیدا کردن راه حلی مناسب صبور بود و حفظ ظاهر کرد. شب بخیر بانو. شب بخیر. شب بخیر بانو هلن. شب بخیر. از شما میخواهم در این مدت خوب بیندیشید، شاید راه و چاره‌ای پیدا کردید. مسیحیان در تنگنای وحشتناکی قرار گرفتند. باشد، حتما حتما. فردا شما رو خواهم دید. تا فردا. بدانند خدایان سنگی و بی جان قابل ستایش نیستند. باید بدانند که خدای آنها زنده و تواناست. آنها باید بدانند که امپراتور هم انسانی است همانند خود آنها. این از بی خبری مردم است که امپراتور خود را در زمین خدا می داند. مردم اگر از ضعف امپراتور آگاه شوند، بیشک به جستجوی خداوند یگانه پرداخته تو را خواهند شناخت. خداوند چگونه این مردم را آگاه کنند؟ چگونه؟ دیشب عالی جناب خواب را بر خود حرام کردند. چه جای خواب است؟ ای کاش می توانستم بخوابم. گالوس، بس به مرا زین کن، می خواهم به غار بروم. لباس و شمشیر هم؟ آره، اطاعت عالی جناب. با کمی تو شعره. عبادت همون جای همیشگی؟ ما نباید بدانیم عبادتگاه شما کجاست؟ چه فرقی میکند؟ خب همین نزدیکی ها. قبل از ورود امپراتور باید از درگاه خداوند راه چاره ای بجویم. اگر دیوکلتیانوس جویای شما شد چه بگویم؟ خب بگو برای سرکشی رعایا و اطراف شهر رفته است. آری جناب، بفرمایید.